سازی ساختمان های ناایمن ما مواجه با چند مجموعه هستیم. ابتدا خود ذینفعان و مالکان، شهرداری، شهرسازی یا وزارت راه شهرسازی، دستگاه قضایی، مجموعه انتظامی، مجموعه حوزه وزارت کار، بازرسان کار. اینها باید با همدیگه همکاری بکنن، در هر جایی که لازمه نقش ایفا بکنن، نقش خودشون رو ایفا بکنن برای ایمن کردن ساختمان‌های ناایمن در خدمت هست. برنامه شورای شهر چیه؟ شورا قوانین خودش رو کامل داره، هم در شورای چهارم قانون کاملی برای این داریم، هم در شورای پنجم براش قانون دیده شده. الان اجرای قانون مهمه، یعنی مجریان باید برن به سمت اجرا. در اجرا هم هماهنگی دستگاه‌ها یک رکن اساسی به حساب میاد. جناب عباسی، این خیلی از ساختمان‌های فرسوده بدون اینکه بازرسان خود شهرداری در جریان باشه اینا دارن تغییر کاربری میدن. ببینید، ما از ساختمان‌های فرسوده صحبت نمی‌کنیم، ما از ساختمان‌های ناایمن در برابر حریق داریم صحبت می‌کنیم. اینها به دلیل اینکه با ضوابط و مقررات قبل از سال 90 ساخته شدن، در از سال 90 به این ور ضوابط آتش نشانی اعمال شد، مقررات سختگیرانه ای بود. ما امیدوار هستیم ساختمان هایی که بعد از سال 90 ساخته میشن در برابر حریق تاب‌آوری داشته باشن. ما از